درود به همه همراهان و علاقه‌مندان به دنیای وسیع و پر از راز و رمز وستروس. در این ویدیو قصد دارم یکی از ترسناکترین و شگفت‌انگیزترین اژدهای دنیای نغمه یخ و آتش رو به شما معرفی کنم. اژدهایی که حتی اسمش هم لرزه بر اندام ها میندازه. کنیبل یا هم نوخار. اژدهای آن در داستان‌های جورج آر آر مارتین نقش بسیار مهمی دارد. اونا نماد قدرت، هیبت و حتی گاهی ترس هستند. اما میان همه اژدهای آن، کنیبل جایگاه ویژه‌ای دارد. این هیولا به دلیل رفتار وحشیانه و غیر قابل پیش‌بینیش به یکی از معروف‌ترین و بدنام‌ترین اژدهایان وستروس تبدیل شد. در این ویدیو من به بررسی دقیق زندگی، رفتار و نقش کنیبل در تاریخ وستروس خواهم پرداخت. از ظاهر منحصر به فرد و قدرت فوق‌العاده‌اش گرفته تا تعاملاتش با بقیه اژدهایان و انسانها و حتی افسانه‌ها و شایعات پیرامونش. پس با من همراه باشید تا به اعماق دنیای تاریک و مرموز کنیبل فرو برید و ببینیم چه چیزی اونو از بقیه اژدهایان متمایز میکنه. اگه به داستانهای حماسی، اژدهایان قدرتمند و داستانهای مرموز و پر از رمز و راز دنیای وستروس علاقه دارید، این ویدیو برای شما ساخته شد. قبل از شروع، اگه اولین بارتونه که چنل من به چشمتون میخوره، حتما سابسکرایبش کنید و زنگولش رو فعال بکنید تا محتواهای آیندهش رو از دست ندید. حالا بیاین سفر خودمون رو با کنیبل آغاز کنیم. در طول جریانات جنگ داخلی تارگریان ها که در سریال خاندان اژدها هم شاهدش هستیم، کنیبل در دراگونستون زندگی میکنه. واسه همین خیلی کوتاه راجع به دراگونستون که یکی از مکانهای مهم در تاریخ وستروس هستش صحبت میکنم. این مکان خانه اصلی خاندان تارگریان و اژدهایان اونها هستش. این جزیره آتش فشانی با قلعه ای ساخته شده از سنگهای سیاه و گدازه های سرد، مکانی اسرارآمیز و پر از رمز و راز به شمار میاد. پس از سقوط والریا، تارگریان ها این جزیره رو به عنوان پایگاه اصلی خودشون انتخاب کردن و از اونجا قدرت و نفوذ خودشون رو در وستروس گسترش دادن. همونطور که تو سریال هم میبینید، اکثر اژدهایانی که حتی رام هم نشدن در این مکان زندگی میکنن. مثل ورمسور که تو ویدیوی قبلی راجب بهش توضیح دادم. کنیبل یکی از قدیمی ترین و وحشی ترین اژدهایان دراگونستون بود. اون هیچ سوارکاری نداشته و برخلاف بسیاری از اژدهایان تارگریان هیچگاه اهلی نشد. نام کنیبل به دلیل رفتار غیرعادی و وحشتناکش انتخاب شده. اون به خوردن بقیه اژدهایان و تخمهای اونا تمایل داشته. همین رفتارش اونو به یک تهدید دائمی و بزرگ برای دیگر اژدهایان و حتی خانواده تارگریان ها تبدیل کرده. فلس های کنیبل نه تنها سیاه و براق بودند، بلکه به قدری سخت و مقاوم بودند که مانند زرهی طبیعی از اون در برابر حملات محافظت می کردند. چشمان او به رنگ قرمز تیره بود و نگاهش وحشتناک و نافذ بود، به طوری که میتوانست ترس را در دل هر موجود زنده‌ای که بهش نزدیک میشد ایجاد کنه. البته در بعضی جاها هم گفته شده چشمان این هیولا سبز بودند. حضورش در تاریکی شب به دلیل رنگ سیاهش تقریبا باعث میشد که نامرئی باشه و همین ویژگی بهش در کمین و حمله به بقیه اژدهایان کمک میکرد. اندازه کنیبل به طور قابل ملاحظه‌ای بزرگتر از بسیاری از اژدهایان دیگه بود. در طول جریانات سریال خاندان اژدها، سه تا اژدهای وحشی و رام نشده در دراگونستون زندگی میکنن. گری گست، شیپ استیلر و کنیبل، که کنیبل بین اونا به عنوان یک غول واقعی شناخته میشد. شاخهای کنیبل بزرگ و پیچیده بودند و به شکل مارپیچ از سرش بیرون اومده بودند. این شاخ‌ها نه تنها به او ظاهری ترسناک می‌بخشیدند، بلکه در مبارزات نیز به عنوان سلاحی مرگبار عمل می‌کردند.
پنجه های کنیبل به طرز وحشتناکی بزرگ و تیز بودند. این پنجه ها قادر بودند به راحتی گوشت و استخوان را پاره کنند و دشمنان اونو در یک لحظه از پا در بیارند. دم کنیبل بلند و عضلانی بود و در انتها به یک نوک تیز خم می شد که می تونست مثل یک شلاق مرگبار عمل کنه. بالهای او بزرگ و قدرتمند بودند، به طوری که می توانستند اونو به سرعت به هر نقطه ای از جزیره اژدها و حتی فراتر از اون برسونند. او به طور منظم به دیگر اژدهایان دراگونستون حمله می کرد، اونا رو می کشت و می خورد. این رفتار غیرمعمول و بیرحمانش باعث می شد که به عنوان یک شکارچی بیرحم و غیرقابل پیشبینی شناخته بشه. بعضی از مردم معمولی ساکن دراگونستون اعتقاد دارند که کنیبل قبل از مهاجرت تارگریان ها به دراگون استون در اونجا زندگی می کرد. واسه همین نژاد و منشأ به وجود اومدن این اژدها ممکنه کلن با اژدهایان تارگریان ها فرق کنه. پس همین قضیه دلیل خصومتش با سایر اژدهایان و رام نشدنش رو میتونه توضیح بده. اگه این اطلاعات درست باشه، کنیبل مسن‌ترین اژدهای تاریخ وستروس هستش و با این اوصاف میشه گفت در زمان جنگ داخلی نزدیک به 250 سال سن داشته. طبق شایعات کنیبل اندازه‌ای نزدیک به بالریون داشته و حتی بعضیا معتقدن که از بالریون بزرگتر هم بوده. پشمام کنیبل در زمان جنگ داخلی تارگریان ها معروف به رقص اژدهایان یکی از عوامل اصلی وحشت و تهدید بود. هرچند به طور مستقیم در جنگ شرکت نکرد، اما حضورش به عنوان یک نیروی وحشتناک و غیر قابل پیشبینی تأثیر عمیقی بر روند جنگ داشت. شایعاتی مبنی بر حملات او به اژدهایان دیگر و تخمهای آنها وجود داشت که باعث افزایش دلهوره و ترس در بین نیروهای متخاصم می شد. زمانی که نبرد رقص اژدهایان آغاز شد، افراد بسیاری سعی داشتند تا بتوانند کنیبل رو تحت کنترل خودشون در بیارند و به جایگاهی در جنگ داخلی خاندان تارگریان دست پیدا کنند. مسئله ای که هیچگاه تحقق نیافت و هیچ انسانی در سرزمین وستروس توانایی رام کردن این هیولای ترسناک رو نداشت و هر کس خواست که ایشونو رام کنه به طرز وحشتناکی تیکه تیکه شد و آشیانه کنیبل آکنده از باقی مانده استخوان‌های آدم‌ها. کنیبل نه تنها به انسان‌ها اعتماد نمی‌کرد، بلکه به اونها به عنوان تهدیدی برای خودش نگاه می‌کرد و در صورت نزدیک شدنشون بهشون حمله می‌کرد. شایعه دیگری راجع به کنیبل وجود داشت که اون شکست ناپذیره و هیچ اژدها یا انسانی نمی‌تونه کنیبل رو از پا در بیاره. این افسانه باعث شد که بسیاری از اژدهایان و جنگجویان از مواجهه با او پرهیز کنند و حتی در مواقع بحرانی از میدان نبرد فرار کنند. گفته میشه که چندین تلاش برای کشتن کنیبل انجام شد، اما همگی با شکست مواجه شدند و این موضوع به تقویت افسانه شکست ناپذیریش کمک کرد. برخی از افسانه ها حکایت از آن دارند که کنیبل در چندین درگیری مرگبار با دیگر اژدهایان شرکت کرده و همواره پیروز میدان بوده. گفته میشه که او حتی با اژدهایانی بزرگتر و قدرتمندتر از خودش هم مبارزه کرده و اونا رو از بین برده. این داستان ها بهش جایگاه ویژه‌ای در تاریخ اژدهایان داد و اونو به یک نماد واقعی از قدرت و وحشت تبدیل کرد. یکی دیگه از شایعات رایج درباره کنیبل محل پنهان شدنش در دراگونستون بود. گفته میشه که اون در غارهای عمیق و تاریک جزیره پنهان میشد و تنها برای شکار و حملاتش از اونجاها خارج میشده. این غارها به قدری پیچیده و خطرناک بودند که هیچ کس جرأت نزدیک شدن به اونها رو هم نداشته. برخی از افراد معتقد بودند که کنیبل در این غارها گنجینه‌های بزرگی از طلا و جواهرات داره که از بقایای قربانیان خودش جمع‌آوری کرده. زمانی که سیلور دنیس، مردی که ادعا می‌کرد از نسل میگور بی‌رحم استش، خواست سوار شیپ استیلر بشه، این اژدها بازوش رو درید. زمانی که پسرانش خواستند به پدر زخمیشون کمک کنند، کنیبل به اونها حمله کرد، شیپ استیلر رو فراری داد و سیلور دنیس و پسراش رو به بدترین شکل ممکن کشت. زمانی که جنازه گریگوس در دامنه دراگون مونت پیدا شد، رابرت کوینز به سرعت کنیبل رو قاتل نامید، گرچه قاتل واقعی سامفایر بود. مردم عادی ابراز نگرانی کردند و از سر رابرت خواستند کنیبل رو فراری بده،
ولی اون نپذیرفت و ادعا کرد که اگه این اژدها رو تنها بذارن مزاحمشون نخواهد شد. تاریخ دقیق مرگ کنیبل مشخص نیست و افسانه‌ها و شایعات زیادی پیرامونش وجود داره. برخی معتقدند که اون به دلیل کهولت سن یا در نتیجه یک درگیری مرگبار با بقیه اژدهایان از بین رفته. بعضی ها هم معتقدند که در زمان جریانات بازی تاج و تخت هم زنده بوده. با این حال داستان‌های مربوط بهش همچنان به عنوان یکی از بخش‌های تاریک و مرموز تاریخ وستروس باقی مونده. کلام آخر این که یک گفتگویی در فضای مجازی توجه منو به خودش جلب کرد که در اون فردی نوشته بود کنیبل از بردگی برای انسان‌ها متنفر بود. برای همین سایر اژدهایان رو می‌کش تا از بردگی آزاد بشن. و همین باعث میشه که کنیبل خاص‌ترین اژدهای وستروس باشه. خب عزیزانم، ممنونم که تا اینجا همراه من بودین. جریانات خفن زیادی رو در آینده براتون تعریف خواهم کرد، پس چنل من رو حتما داشته باشین و به دوستاتون هم معرفی بکنین. مرسی که هستین. شما رو به قطب عالم و کسی که بین ماست و هیچ وقت بهش توجه نکردیم می‌سپارم. بدرود.